اگه به ترید کردن علاقه دارین و میخواین آموزش ببینین تو این حوزه، ارائه یه بای تیکل رو از دست ندین. این استارتاپ با هوش مصنوعی به شما کمک میکنه که یک یادگیری تعاملی داشته باشین. از آقای سفری دعوت میکنم روی استیج بیان و استارتاپ بای تیکل رو معرفی کنن. مرسی. سلام عرض میکنم خدمت همگی. من مجتبی سفری هستم، مدیر عامل و کوفاندر استارتاپ بای تیکل. قطعا همه شما دوچرخه سوار شدیم و خب میتونم بگم قطعا هیچ کدوم از اون نرفتین کتاب چگونه دوچرخه سوار خوبی شویم رو مطالعه کنین، یا احتمالا بریم ویدیو چگونه دوچرخه سواری یاد بگیریم رو مشاهده بکنین. همه شما نشستین روی دوچرخه دون، سعی کردین چند تا ریکاب بزنین، چند متر برین جلو و به صورت تجربه محور دوچرخه سواری رو یاد بگیرین. بازار مالی ورود بهش یه چیزی شبیه به دوچرخه سواریه. شما نمیتونین توقع داشته باشین که صرفاً با ویدیو آموزشی، کلیپ آموزشی یا یک کتاب خیلی مفید بتونین یک تریدر و معامله‌گر خیلی موفقی بشین. اما خب تجربه کردن توی بازار مالی به راحتی همون دوچرخه سواری قبلا حداقل نبوده. شما باید با سرمایه‌تون وارد بازار می‌شدین و با اون سرمایه نسبت به کسب تجربه اقدام می‌کردین که میتونست منجر به از دست رفتن دارایی‌هاتون بشه. ما تو بای تیکل به شما کمک می‌کنیم که توی یک فضای شبیه سازی بیاین و کسب تجربه بکنین و با یک سری الگوریتم‌های هوش مصنوعی که توسعه دادیم به شما بازخوردهای شخصی سازی شده‌ای بدیم و شما رو کوچ بکنیم که بتونین به صورت تعاملی و تجربه محور مهارت تریدینگ رو افزایش بدین. اما این چالش عدم دانش و تجربه توی بازار مالی یه چیز جدید نیست و یه چیز کوچیکی هم نیست. توی نمودار حالا دقت بکنیم، ما یه ریسرچی که داشتیم، افرادی که داخل بازار مالی خصوصا بازار کریپتو بودن داخل ایران، بیشترین دلیلی که داشتن برای خروج از مارکت عدم دانش و تجربه بود که داشتن. از اون سمت بازار هم ما ریسرچی که داشتیم 38% کاربرایی که وارد مارکت کریپتوکارنسی نمی‌شدن، دلیلشون نبودن دانش و تجربه بوده که مانع از ورود اونها به مارکت می‌شده. ما تو بای تیکل همونجور که گفتم یه فضای شبیه سازی رو برای شما آماده کردیم. شما تو اون شبیه ساز ما به شما $10,000 شارژ رایگان میدیم. میتونیم با اون $10,000 به کسب تجربه ترید بپردازین و با اون با رباتی که حالا طراحی شده بتونین تجربه خودتون رو به صورت تعاملی بیشتر و بیشتر بکنین. من مارکت کریپتو رو بخوام خدمتتون عرض بکنم، یه مارکت خیلی بزرگیه که تو دنیا روز به روز در حال رشده. یه چیزی حدود 300 میلیون کاربر فعال تو دنیا تو بازار کریپتوکارنسی در حال فعالیت هستن و گردش مالیشون هم یه چیزی حدود 1.75 تریلیون دلار بوده که روز به روز همونجور که می‌بینین داخل نمودار در حال افزایش. اما بازار کریپتوکارنسی داخل ایران هم همونقدر جذاب، بزرگ و در حال رشده که طبق آمارهایی که وجود داره ما 12 میلیون کاربر تو فضای رمزارزها داریم که توی کوارتر اول تا کوارتر چهارم 2021 تعداد اینها 13 برابر و گردش مالی اونها 45 برابر شده. نکته قابل توجه اینه که شما کل این فعالین هم در نظر بگیرید، 12 میلیون کاربری که هستن، اینها 62%شون تجربه کمتر از 6 ماه دارن، یعنی اینکه کل اون فعالین بازار هم نیاز دارن تجربهشون رو بهش عمق بدن و وسیع‌ترش بکنن. من بخوام حالا یه ویو هم ببینم، این یک ویو حالا مختصر از پلتفرمی هستش که حالا شما میتونید توش به افزایش تجربتون بپردازین. یه فضا شبیه ساز که شما معامله بکنین، ربات هوش مصنوعی تا یه چتباتی به شما بازخورد بده و شما باش تعامل بکنین و برین جلو و آموزشتون رو تکمیل کنین. اما بخوام از شیوه و مسیری که ما این یادگیری تعاملی رو برای شما برمقام میاریم بگم، تو وهله اول شما وقتی به پلتفرم ما اضافه میشین یک سری مفاهیم، اصطلاحات و ادبیات تخصصی این حوزه رو
مشاهده میکنین که با حوزه آشنا بشین. تو وهله بعدی شما با شارژی که دارین میتونین بیاین به ترید بپردازین و تو مرحله بعد توسط الگوریتما و انجین های هوش مصنوعی بایتیکل که تو دسته‌بندی های آنچین، تکنیکال، فاندامنتال، مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه و حالا الگوریتم های جانبی دیگه هستن به شما بازخورد داده میشه که بیاین اونها رو رفع بکنین. نکته بعدی که هست بایتیکل تو این مرحله بسنده نمی کنه. تو این مرحله ما به شما آموزش های مولتی لول به صورت سطح بندی شده ربات با شما که تعامل داشته باشه سطح شما رو تشخیص میده و با توجه به سطح دون به شما آموزش های کوتاه و مناسبی رو پیشنهاد میده. تو مرحله بعد وقتشه که ربات هوشمند ما بیاد ببینه اون خطا و عارضه یابی که حالا قبلا انجام داده بود و بعدش یک آموزش سطح بندی به شما ارائه داده بود رو با یک تمرینی ببینه که تونستین شما اون مشکل رو کاور بکنین یا خیر. بعد تو مرحله بعد شما رفتار شما کامل مانیتور میشه، هیت مپ خطاهاتون رو خواهید میتونین بررسی بکنین که ببینین بیشترین خطاهاتون کجا بوده و بیشترین تاییدها کجا بوده، نقاط ضعفتون رو حداقل و نقاط قوتتون رو حد اکثر بکنین. از قابلیت دیگه که کار داریم ما توی ربات بایتیکل بهش میپردازیم قسمت دستیار معاملاتیه. شما میتونین در صورتی که حالا سطح شما ارتقا یافت استراتژی‌های شخصی خودتون رو تدوین بکنین با استفاده از شروط آنچین، تکنیکال، باز یک سری شروط دیگه و متصل بکنین به صرافی‌های واقعیدون و معاملات الگوریتمیدون رو انجام بدین. استارتاپ بایتیکل محصولی که توسعه داده مخصوص یک بازار خاصی نیست و اصلا کراس مارکت هست، اما با توجه به استقبالی که کاربران تو بازار ایران خیلی به حوزه کریپتوکارنسی دارن گو تو مارکت استراتژی بایتیکل روی بازار رمزارزها خواهد بود و در حال حاضر اختصاصا تو این مارکت در حال ارائه خدمت هست. من میخوام خلاصه مسیری که حالا بایتیکل طی کرده رو خدمتتون بگم. بایتیکل تقریبا 4 سالی که زیرساخت‌های مختلفی تو حوزه بلاکچین و رمزارزها توسعه میده. شروع مسیر ما از دیجی نکس بود، شتاب دهنده دیجی کالا که اونجا تیممون رو تشکیل دادیم. بعد تو مراحل بعدی توسعه محصول دادیم، MVP مون لانچ شد، بعد الگوریتم‌های پایمون رو لانچ کردیم و 3 هفته پیش ما اولین تست های ورژن بتا و آلفامون رو گرفتیم و امروز هم به صورت رسمی توی هاب رسانه رونمایی داشتیم که کاربران میتونن از پلتفرم استفاده کنن. در حال حاضر هم یه چیز حدود 3000 کاربر دارن از خدمات ما توی این اپلیکیشن استفاده میکنن، اما سرویس های دیگه که داریم به صورت مستقیم و غیر مستقیم 1,500,000 تا یوزر دارن از خدمات بایتیکل استفاده میکنن. توی ویژن بعدی ما مد نظر اون هستش که این اپلیکیشن وارد فضای وب3 و NFT ها بشه، به این صورت که شما متامسکتون رو متصل بکنید به پلتفرم و توی دنیای وب3 این تجربیات رو داشته باشید. اما من بخوام خلاصه از بقیه محصولات بایتیکل هم خدمتتون عرض کنم، محصول های دیگه هم که ما توسعه دادیم زیر ساختش وجود داره. یک استودیو دیتا های آنچین هستش که روی 100 شبکه مختلف شما میتونین به طور مثال بیت کوین رو 700 متریک مختلفش رو آنالیز بکنین و رصد بکنین دیتاهای شبکه رو. یا سرویس دیگه‌ای که توسعه داده شده توسط تیم بایتیکل سرویس درگاه پرداخت ارزهای دیجیتال هستش که این سرویس میتونه به ایرانیای خارج از کشور که توی پرداخت به سرویس‌های ایرانی مشکل دارن کمک بکنه، یا کسب و کارهایی که توی ایران خدمات یا کالایی رو به کاربرای غیر ایرانی میدن و توی پرداختش مشکل دارن. این یه لینک هم از صفحه پرداختی که برای کسب و کار ای سمینار در حال استفاده شدنه میبینین. از سرویس های دیگه همون که در حال کار و توسعه روش هستیم سرویس وامدهی با توثیق رمزارز هستش که زیرساختش آماده شده، در حال مذاکره با مجموعه دیجیکالا و کیپا و مجموعه دیگه هستیم که شما با رمزارزهایی که هولد میکنین بتونین اعتبار خرید کالا و موارد دیگر رو داشته باشین که به زودی شاید لانچ این سرویس هم خواهیم بود.
ارائه من تموم شد. خیلی ممنون از دوستان که این فرصت رو بنده دادن تا بایتیکل رو شما معرفی کنیم. اگر از دوستان سوالی چیزی هست من در خدمتشم.